بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید، امیدوارم برنامه های امروز مورد پسند واقع بشه و اوقات بهتری پیش رو داشته باشید. این هفته مهمون داریم آقای سهراب چمنارا رو، چهارشنبه آقای یزدان خداوندلو از آلمان، و جمعه دو تا مهمان، یکی آقای که همه صابخونه هستن، یکی آقای دکتر نصر احمدی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ما، 11 صبح به وقت کالیفرنیا، و ساعت 3 بعد از ظهر هم آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه های تلویزیون مردم رو ببینید، شرکت کنید، با مجریان یا تهیه کنندگان برنامه تماس بگیرید، مهمان آنها باشید یا مهمان من باشید. در هر صورت امروز گفتیم این تصویرهای الکی و استودیوها و اینا رو نندازیم، اینجوری بهتره پشت سرمون سیاه باشه، یا اینکه براتون یه تصویر قلابی بندازم ببینم چطور میشه. کجا بود این تیوی قلابی ما؟ پلیر یک. بله، رفتیم یه شهری، کجا رفتیم نمیدونم، بیایم اینجا ببینیم این چی میگه. این هم یکی دیگه، به نظرتون کدوم بهتره؟ یک سیاه، دو این شهر رو نشون میده. این چیزه دیگه، این واشنگتونه، این هم ستا پولی هست که میره اونجا، کی بریج، مموریال بریج و یکی دیگهش واشنگتون بریجه، نمیدونم. درصد یا این یکی، فقط یه چند تا رنگ و اینها. ولی امروز چند تا کتاب گذاشتم اینجا، امیدوارم معرفی که میکنم شما هم این کتاب ها رو ابتیاع بفرمایید، خریداری کنید و به این وسیله تلویزیون مردم رو حمایت کنید. ضمناً 5 تا از اون بیده یا آفتابه های قرن 21 رو داریم، خیلی جالبه. یکی از دوستان من گفت سوربی شما نمیدونی که این به اصطلاح این بیده ها رو چرا با این فشار ساختن، برای که حقیقتا هم بیرون رو تمیز میکنه هم داخل رو تمیز میکنه و یه جورای پیشگیری میکنه از سرطان روده. میدونید که سرطان روده خیلی زیاد هست، مخصوصا در جایی که توالتاشون مثل توالتای آمریکا، اروپا، روی یک چیزی میشینیم، بهش اینجا میگن کمد، نمیگن چی میگن، در صورت مثل یه صندلی میشینید روش، مثل توی توالتای ایران و چین و اینها نیست که روی با زانوی خودتون با پای خودتون بشینید و حسابی تخلیه بشه. این هم از این، اگه اونها هم خواستید لطف کنید تماس بگیرید تا با خرید اونها تلویزیون مردم رو هم حمایت کرده باشید. ممنونم از آقای حسن خزائی، این همشهری عزیزمون. آقا جمعه که تعطیل بود، نامه سفارشی دو قبضه شما شنیده بودید، میگفتید دو قبضه، اینجا میگن چی میگن، خلاص حال کاغذش هم اینجاست، رسید شنبه و من اون ور بودم، پستچی زنگ زده بود نبودیم، نامه رو دوباره برد پستخونه و حقیقتش من نمیدونم چرا شما به خودت اینقدر زحمت دادی، اینقدر پول زیادی، حالا یه بارم من باید برم پستخونه نامه رو بگیرم. البته من کاغذ نوشتم براش گذاشتم که برام بیار اونو، حالا ببینیم فردا میاره یا نه. اینم یه تصویر دیگه، این تصویره بد نیست، ولی نمیدونم اون علامتی که اونجاست یه وقت علامت یک کلابی، یک به اصطلاح حزبی چیزی نباشه. دوستان عزیز، این پایین برنامه ما شما میتونید به اصطلاح تبلیغ بذارید. بذارید بهتون نشون بدم با خودکار، با این خودکار قرمز یواشکی بیام این پایین. اینجا میبینید شما میتونید تبلیغ بذارید، یعنی قشنگ درست اندازه صفحه ما شما این پایین تبلیغتون رو بذارید و همهش اینجا باشه. چون ما اندی رو خیلی دوست داریم، میذاریم تبلیغش رو اینجا و شما هم ببینید. به این صورت خیلی ساده است و میگم هر عکسی رو بخواین، هر تبلیغی رو بخواین، میتونیم ما براتون بذاریم اینجا، از اول برنامه تا آخر برنامه اینجا باشه و تبلیغ باشه. چه کنیم؟ در صورت امیدواریم که با حمایت‌های شما احتیاج به تبلیغ نداشته باشیم، چون تبلیغ وقتی میاد
خود به خود یک فشاری روی برنامه میاد که شما درباره اون نظرت رو اونجوری که میخوای نگی یا چیزی رو تبلیغ کنی که ممکنه باهاش به اصطلاح موافق نباشی. در هر صورت این هم رسم تلویزیون های قرن 21 و ما هیچ چاره‌ای نداریم. برنامه رو شروع میکنیم با اینکه امروز 14 نوامبر سال 2016 میلادی است، همونجوری که این پایین هم میبینید دوشنبه 24 آبان هست. از علی عزیز دوست گرامی تشکر میکنم که سالهای سال هست این تاریخ و این نوشته ها و اینها رو برای ما ارسال میکنه. بهتون گفتم که امروز آقای سهراب چمنارا مهمون ما هستن، بهشون نوشتم درباره چه موضوعی میخوان صحبت کنید، ایشون گفتن قرآن راستین. من فکر کردم درباره ترامپ و انتخابات و اینها، و حقیقتش بهتون بگم ایشون یک کتابی نوشته به نام 2020. من یه جورایی باور دارم که مثل این که 2020 یه خبرایی باید بشه. حالا ساعت 3 بعد از ظهر که با ایشون هستیم سوال میکنیم، چهارشنبه 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداونده رو هستیم از کل آلمان، و جمعه هم 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن با دکتر نصر احمدی، و 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک با آقای دکتر افشارها هستیم. و اما 40 امسال یک شنبه خونین خواهد شد. گویا حمله انتحاری در کربلا اتفاق افتاده، 11 نفر کشته شدن، خوشبختانه از هموطنان ایرانی ما نبودن، ولی خب فرقی هم نمی کنه. اون بیچاره ها هم بالاخره خواهر، برادر، پدر، مادر و فرزند یه نفر دیگه هستن. می دونید که الان ایران داره تهیه می بینه و مردم پیاده دارن راه می افتن میرن به طرف کربلا برای 40. و عکسهایی رو دوست خوبمون از مرز مهران فرستاده که ما اونا رو براتون نشون خواهیم داد. و این هم این، از همه چیز مهمتر، من این یه باکس تیوی هفته پیش تبلیغ کردم براتون. والا وقتی میگیم تبلیغ، خود به خود این تو مغز آدم میاد که ما یه پولی گرفتیم که تبلیغ کنیم. نه، از بس ما برای جی الویز تبلیغ کردیم و فروختن و کامیشن به ما ندادن و هر وقت گفتیم اون خانم چیه لیلا لاجوردی، گم نه آقای سوربی، فقط اطلاعات گرفتن و نخریدن. بعد اون آقا یا خانمی که خریده بود زنگ زد ما، گفت آقا ما اینو خریدیم ولی هر وقت زنگ میزنیم اینا نیستن کمکمون کنن. گفتی ای بابا، من نمیدونم اینا برای کمیشن $10 $20 چرا دروغ میگه. در صورت یک آگهی من دیدم به نام ایرانیان آی پی تی وی یا ایرانیان آی پی که برای اینترنت پروتکل استند میکنه و تی وی هم برای تلویزیون. گفتیم خب ما یه تماس بگیریم. تماس گرفتیم. روز که تماس گرفتم اون آقایی که اون از اون طرف صحبت کرد گفت آقای سوربی، من می‌خواستم با شما زنگ بزنم تماس بگیرم و ما داریم هنوز کارهای به اصطلاح آخرین مرحله رو انجام میدیم که اینو وقتی به مشتری‌ها میدیم دیگه خیالمون راحت باشه. گفتیم باش. بعد لطف کردم برای ما یه باکسی ارسال کردن و این باکس رو هم من شنبه دریافت کردم و یک شنبه که دیروز بود وقت گذاشتم و به قول آمریکایی‌ها امروز برای شما ریویو میکنم. ریویو میکنم یعنی من اینو نگاه کردم، حاصل اون چیزی که من بلدم و اون چیزی که برداشت کردم برای شما میگم. مثل اون دوست عزیزمون نباشه که احتمالا شیرازی هم از آقای مهربانی برای من نوشته آقا شما چرا از خانم هیلاری کلینتون تعریف کردید؟ میگم من کی تعریف کردم؟ من بارها گفتم یک سال برای ایشون کار کردم، وقتی ذات پلیدش شناختم کارو ول کردم رفتم دنبال زندگی خودم. بعد میگم لطف کن من توضیح بده ببینم کجا گفتم، اگه گفتم دیگران هم حتما فهمیدن برم تصحیحش کنم. بعد میگه نه شما که نگفتی، من چون دیدم از آقای ترامپ تعریف نکردی گفتم حتما طرفدار کلینتون هستی. ای داد بیداد. دوستان وقتی آقای جورج بوش حرف احمقانه ای زد و گفت اگر با من همراه نیستید که بریم توی دنیا خونریزی کنیم و آدم ها رو بکشیم پس شما دشمن من هستید،
همه گفتیم این عجب احمقیه، این عجب روانیه. ولی دیگه وقتی دوستان بیننده از همه مهمتر همشهری ما اینو میگه، آدم چی بگه بهش؟ بعد میگم آقا من اگه یه ماشین پراید داشته باشم سوار بشم، بعد به شما بگم آقا پراید ماشین خوبی نیست، آیا این یعنی این که مثلا چی رو دوست دارم، پیکان رو دوست دارم؟ نمیدونم اصلا منطق ما یه کمی ببخشیدا اینجا میگن بومیده، بوی ماهی گندیده، میدونید فیشی، اسمیل فیشی. در صورت اینم از این برگردیم به این باکس. من این باکس رو امتحان کردم، خیلی جالبه. اولا با یه صفحه کاغذ که همراهش اومده، وقتی من اینو بتونم نصب کنم همه شما میتونید نصب کنید، همه سیم و اینها باهاش اومده. شما لازم نیست حالا این که میاد اولا ببینید چقدر کوچولوئه، تازه حالا خود باکسه از اینم، خود اون دستگاه از اینم کوچیک‌تر، ساده‌تر، هیچ جایی نمیگیره، قشنگ میذارین شو یکی از چیزای دیگه نزدیک تلویزیونتون، مثل جی ال باکس و اینا یه باکس اینقدی نیست، یا بعداً باکسش کوچیک‌تر شد بازم اینقدر بود، خودش جا میگیره، گرم میشد و این خیلی جالب و خوب. و یک خب یه دفترچه هست که با خود اون باکسه که مال چین هست و اینها آمده، ولی این دوستان ایرانی که احتمال زیاد جوان هم هستن، حالا اگه فرصتی بشه باشون مصاحبه میکنم، آمدن اینجا بهش میگن کویک اینستال، یعنی چیزی که شما سریع وصلش میکنی، دیگه لازم نیست بری بخونی بدونی. مثل که شما یه ماشین از من که میگیری، من بگم این کلیدشه، این چراغشه، این بوغشه، این دیگه تو لازم نیست ترمز و فلان و موتورش چند اسب بخار داره و اینا رو بهتون بگم، یا تو ویل درایو یا فور ویل درایو این چیزا. خلاصه خیلی قشنگ نوشته استپ 1، استپ 2، 3، 4، 5، 6 تا 5 به اصطلاح، آها 4 بی. بعد هم با اینترنت، با وایر، با سیم میتونید وصل کنید، هم بدون سیم. این یه اشکالی بود که جی ال ویزای قدیمی بدون سیم نمیشد. اون وقت شما اگه اینجا بود مثلا مودمتون، اون که اتفاقا یه دفعه همینجوری بود، اون گذاشته بودم تو اتاق اونوری برای گست، باید از اینجا تا اونجا 50 فوت رفتم سیم خریدم که بره طبقه دوم اینا. در صورت به نظر من خیلی جالبه. و دوستان یادتون باشه من بارها گفتم، بله ممکنه شما برید روی ای بی و این وبسایت هایی که برای فروش هست این باکس رو بتونید پیدا کنید $30، ولی وقتی پیدا کردید $30، حالا اون اپ یا اون اپلیکیشن یا اون پروگرام هایی که یا اون برنامه هایی که این دوستان زحمت کشیدن براش صفحه درست کردن، این یکی شما تا میگیری وقتی باز میکنی این بالاش میبینید میاد بینیسه ایرانیان آی پی تی وی، به این میگن اپ، سیستمش هم اندروید هست. خود کلمه اندروید یعنی چی؟ اون آدم آهنی هست؟ نمیدونم، در هر صورت خیلی ساده. بعد وقتی میزنید با فارسی قشنگ نوشته، حالا من از اون دوستمون خواستم اگر عکس هایی رو دارن از صفحات مختلفش برام بفرستن، متاسفانه خودم وقت نکردم از اینکه وصل کردم و اینها یه ویدیو بگیرم برای شما نشون بدم، ولی تا اونجایی که من اینو ریویو کردم خیلی جالبه. جالبترین چیزی که داشت این قسمت کاراوکی. کاراوکی یه سیستمیه که سالها من فکر کنم باز اون رو هم ژاپنی ها درست کردن، ولی این چینیزا، کوریا، اسپانیشا الان هم توی ایرانی ها رواج پیدا کرده، دوست دارن. به چه صورته؟ مثلا شما سلطان قلب ها رو شنیدید، بعد هر وقت هم آقای عارف میخونه دیگه، نه هر وقت هم عارف میخونه شما هم تو ماشین لا 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 اینجوری همش میخونید. اومدن موزیک رو جدا کردن و شما میخونید به جای آقای عارف. از این به بعد این برنامه ها رو تو خونه هاتون بذارید به جای حرفا و بحث های سیاسی که جز ناراحت شدن، جز به قول معروف تن خانوما لرزیدن از ترس که الان شوهرم با این دعوا میشه، الان اون با اونش دعوا میشه، جز این که زحمات صابخونه رو به هدر دادن با بحثای سیاسی و هیچ کس هم قانع نمیشه. شما به من بگید تو کدوم مهمونی رفتید که شما خواستید مثلا یه نفر رو قانع کنید به ترامپ رای بدید، اون آمده دم در به شما گفته که خب به من بگو برم کجا رای بدم. هیچی، همش تو سر هم میزنید، آهنگ بخونید، خوش باشید، لذت ببرید و الی آخر. کروماکی داره،
فیلم داره، فیلمای مستند داره، اصلا تمام این صفحه پر بود از رادیو، موزیک، اینها. و من فکر میکنم برای این قیمتی که الان فکر کنم توی حراج میذاره 289 دلار هست، معمولی 339 دلار هست، 50 دلار تخفیف گذاشتن الان، بعد پول شیپینگ نمیگیرن، براتون با پول خودشون میفرستن، احتمالا 7-8 دلار خرجشه، یه نفر باید بره پستخونه، حالا اگه بیان ببرن کار نده. اینجوری فکر کنید شما، اون باکس های دیگری که میخرین ماهی 20 دلار ازتون میگیرن، یعنی 12 تا 20 دلار 240 دلار ماهیانه ازتون میگیرن، سالیانه ببخشید. این یه بار، به قول معروف مرگ یک بار، شیون هم یک بار، یک بار از شما این پول رو میگیره. و حسنش اینه که این اپلیکیشن هر وقت به اصطلاح چی بشه برای شما به روزش میکنن، اگه اشکالی داشته باشید توی نصبش، اشکالی داشته باشید توی به اصطلاح بعدن و اینها، با شما خواهند بود. دارم دنبال اون وبسایتشون هم همینه که بهتون گفتم، ایرانیان یا ایرانیان iptv.com، خیلی ساده به نظر من، باریکلا و الاخر. 23 چهارشنبه 23 همین ماه این عکسی رو که شما اینجا میبینید، آقای اندی و همسر شینی در هتل ایرواین در کالیفرنیا برنامه خواهند داشت و احتمالاً اگر روز چهارشنبه و پنجشنبه، روز تنکسگیوینگ به اصطلاح شما جای مهمون هستید و اینها، اون چهارشنبه شب فرصت خوبیه که برید و خوش باشی. فردام که میرین مهمونی نگران شام پختن و نهار پختن و اینها نیستید. یه بار دیگه پس بهتون نشون میدم، آقای اندی و خانم شینی در هتل ایرواین، شماره تلفن اطلاعاتشون هست، ضمناً روی وبسایت ما هم هست، گهگاهی روی فیسبوک مردم تیوی هم میذارم. صحبت از فیسبوک شد، اجازه بدید برم روی فیسبوک و این برنامه زنده رو با دوستانی هم که روی فیسبوک صفحه شخصی خودم هستن شیر کنم. شیر کردن یعنی در میون گذاشتن، یعنی سفره رو شریک بشیم باهاشون، اونها هم بیان از این نعمتی که ما داریم استفاده کنیم. شعر، و البته مثل شعر خوندن نیستا، بله، شعر on your own time. اینجا هم بنویسیم سوربی با مردم لایف، یعنی هنوز زنده هستیم. اینم از این، بله. خب درباره این دوست همشهریمون گفتم که یه چیزی رو گفت که اصلا من کم مونده بود شاخ در بیارم، که چون شما از ترامپ تعریف نکردی، من اینجا میگن اسون کردن، یعنی دیگه من باور میکنم، تصور میکنم که شما طرفدار اون هستید. ولی همین آمریکایی‌ها میگن assumption is the mother of all mischief، میگن که این حد زدن و فکر کردن مادر تمام چیزایی که خراب میشه. این یک. دوم، بریم آلمان سراغ نیه، خانم عزیز، خواهر گرامی خودم، که گفتم اون روز نوشته بودن، بذارید ببینم اینجا براتون پیداش کنم که بخونم که چیزی رو کم و زیاد نگم. بله، ایشون نوشته بود از انتخاب ترامپ خوشحال است و اینها. بعد برای من نوشته بود که شما برنامه خوبی داشتید، اولش خوب آمدید، بعدش خراب کردید. خیلی خوشحالم که من با هیچ که تعارف ندارم، مثلا نمیگم چون حالا ایشون همشهری مونه، ایشون همسرشون شیرازی بودن اینا، و کلا خب بالاخره هر کی هم همسر شیرازی باشه، کلم پلو و اینا که میخورن، گرین کارت شیراز رو بهشون میده. در اصل تعارف نمی کنم و میگم، من توی برنامه گفتم که چه خوب میشد که ایشون به من بگه که چه چیزی خوب بوده، چه چیزی بد شده. مثل اینکه بچه‌تون از مدرسه میاد، شما بگید که امسال خوب بود ولی بعد یه چیزایشو خراب کردی. خب بعدش بگید امسال ریاضیت خوب بود، املات خوب بود، ولی مثلا هنر و خط و نمیدونم نقاشی و اینها بد بود، که این بفهمه کجای کار قرار داره. خانم نایر لطف کردن و نوشتن که من از انتخاب ترامپ خوشحال هستم، ولی فکر میکنم باید منتظر بود، حداقل 3-4 ماه لازم است صبر کنیم. در ضمن برادر عزیزم،
خودم هم یادم نیست در چه مورد بود که نوشتم اول خوب آمدی بعد خراب کردی. چشم، بعد از این توضیح میدهم. او در دنیای دیگری زندگی نمی کند. او حرامزاده تر از این است که نفهمد چه میگوید. در ضمن او یک مشاور ایران دوست دارد. امیدوارم که کاری برای ایران بکند. اینو که گفتید منظورتون ترامپه. اگه منظورتون از مشاور این آقای دکتر حمزه پوره که هیچ کدوم از ما که اینجا هستیم نمیدونیم دکترای چی داره، و اگه فکر میکنید اینا هر کی که میگه من مشاورش هستم این هر روز صبح میره با اون صحبت میکنه و اینها، کاملا در اشتباه هستید. و من خیلی متاسفم که افرادی مثل این حمزه پور و دیوانه های دیگه‌ای میرن تو تلویزیونای ایرانی. اینها عقده دارن، اینها از بچگیشون عقده داشتن، ببخشید هیچ پخی نشدن، حالا مجبورن دروغ بگن که ما اینیم، ما اون هستیم. و الا کسی که خوشحال هست که از اون چیزی که هست لازم نیست دیگه دروغ بگه. این آقای حمزه پور تو تلویزیون ایرانی ها من دیدم میگه که من به خامنه ای گفتم که دستپات جمع کن برو، اگه نری خودم میام چنین میکنم چنان میکنم. یه آقای پیر مردی راه که میره مواظب هستی که نخوره زمین، الان سرش بشکنه، قالبش بشکنه، خجالتم نمیکشه. اگه شما این رو میگید مشاور ترامپ هست، اولا ترامپ الان 4000 نفر رو باید استخدام کنه این برونور بزن، از توی وایت هاوس که 100 نفر 200 نفر کار میکنن توی دفترش و اینها. شما مثلا یه نامه مینویسید برای اوباما، بعد خوشحال میشید که اوباما جوابتون داده، نامه رو قاب میگیرید میذارید تو اتاقتون، اوباما که جواب نداده. یه دختر 17 ساله ای مجانی داره اونجا کار میکنه و اون میشینه نامه رو جواب میده، چون بهشون یاد دادن میگن اگر یه سوالی کرده بگید چشم، به مثلا به این سوال شما رسیدگی میکنیم، ضمناً ممنونیم که شما برای ما. خیلی ساده است. من شرکت بیمه داشتم، وقتی مینشستم اینجا اون کسی که در واز میکرد میومد، ما کم سابقه ترین رو میذاشیم دم در جلو اون که فقط بگه خوش آمدید، چه کار میتونم براتون انجام بدم. اگه میگفت من یه بیمه میخوام، میگفت که این نفر دومی کمکتون میکنه. همه رو نمیفرستاد برای من، چون من به اصطلاح وقتم خیلی ارزش داشت به نسبت اونای دیگه. حالا آقای ترامپ درسته که آدم خل و چل و دیوونه هست، ولی الان اولا شما برگردید ویدیوی اون روزی که داشت انتخاب میشد نگاه کنید، برگردید ویدیوی دیشب 60 مینیت رو نگاه کنید و ببینید که این، حتی اون خانمه بهش گفت به نظر میرسید که تو باورت نمیشد که قبول برنده شدی و مونده بودی توش، خشکت زده بود. بعد میگه که نه باورم میشد، ولی بله درست میگی، من اصلا دهنش بند اومده بوده. میدونید حتی مهمونی اون شب رو خیلی کم گرفته، چون فکر میکرده که برنده نمیشه، حتی آمادگی برای این ترانزیشن یعنی نقل و انتقال نداشته. که الان که یکی یکی داره این افراد رو معرفی میکنه، میبینیم ای آقا تو گفتی من آمدم اینجا که این مرداب رو، سوامپ فکر کنم از مردابم برتره، مرداب کثیف رو خالی کنم. خب تازه اگه خالی هم کردی، جانورهای بزرگش که توش موندن، آقای جولیانی که از نهنگ بدتره، اون آقای بنان هست که من همیشه یاد دکتر بنان شیراز میفتم. در هر صورت اوضاعش خیلی خرابه. دوستان عزیز، به این چیزا خمینی میگفت دلخوش نباشید که من به شما آزادی میدم. دلخوش نباشید به این چیزا. اصلا سیستم دنیا این ساده، به این سادگی که من و شما، چون آدمای خوبی هستیم، ما آدمای ساده ای هستیم، پدر سوخته و شارلاتان نیستیم، نمیتونیم فکر کنیم که اینا چه شارلاتانایی هستن. شما این سه شنبه که تا سه صبح طول کشید، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یه شنبه، 5 روز ایشون قبول شده. اول گفت که حالا اون دیوارم ممکنه ما فنس بکشیم، نرده بکشید. اینی که گفتم 12 میلیون مکزیکیو اخراج میکنم، بعدم تازه گفتم دولت اوباما میگه 12 میلیون، اینا ممکنه 20 میلیون باشن و من 20 میلیون رو اخراج میکنم. حالا میدونید چی میگه؟ میگه بین اینها 2 میلیون کریمینال، به اصطلاح کسایی هستن که جرم مرتکب شدن، اونا رو ما پیدا میکنیم میکنیم بیرون. اینم دومیش. گفت من مسلمونا رو اینجا راه نمیدم.
نماینده مجلس، نماینده سخنگویه. میدونید که الان هم مجلس، هم مجلس سنا، هم پرزیدنت، هر سه شون مال حزب چی هستن؟ جمهوری خواه، ریپابلیک، درسته؟ فوری اون آقای پال رایان گفت که نه نه نه، اصلا همچین چیزی نیست. خب دیگه چی گفته؟ هر چیزی که این آقا گفته تو این 5 روز 60 مینیت دیشب رو حتما نگاه کنید. اگر هم تلویزیون آمریکایی ندارید روی اینترنت هست، برید نگاه کنید ببینید این چی میگه. اولا تمام آشغال کله ها رو دور خودش نگه داشته، این از اون باتلاقی که میگه خالی میکنه، مرداب یا باتلاق چه فرقی داره، در اصل این از اون دیوار که فعلا بی دیوار را ندادن مسلمان ها که فعلا اون گفت بی خیال اخراج اینها بماند. دیگه چی؟ کاش که نوشته بودم اینا رو میتونستم براتون بگم. در صورت هر کدوم از شما مایل هستی پیام بله خیلی ممنون پیمان دوست خوبمون، بله ممنونم ازت پیمان، بیا یه برنامه بذار برای جوان ها. در صورت دوستان عزیز، هر چیزی رو که ترامپ گفته و شما به اون دل خوش کردید، الان اگه برید توی وبسایت، توی فیسبوک ترامپ میبینید من براش نوشتم آقا گود نیوز بد نیوز، اینجا برای ترامپ هم نوشتم آره ممکن اون تا 4 روز دیگه هم فیسبوک نگاه نکنه، اینم رفته اون پایین، تازه نگاه هم کنه که نمیخونه، کسی که 14 میلیون نفر رفتن رو فیسبوکش، من 13000 نفر دارم سرم درد میگیره وقتی نگاه میکنم. بعد میگه آقا جواب من ندادی، میگم کجا؟ میگه 3 روز پیش اون پایین نوشتم سلام. خب سلام رو ماه نازه چی بگم به؟ نوشتم که گود نیوز خبر خوب آقای ترامپ شما برنده شدی، بد نیوز خبر بعد این که شما توی باتلاقی گیر افتادی، حالا فکر کن چجوری میتونی خودتو بیاری بیرون، یعنی با دست خودت با پای خودت آمدی افتادی توی این باتلاق سیاست و گند و کثافت. اینم از تیو باکس راجبش صحبت کردم، سعی میکنم یه چیزی به صورت اینفومرشال یا ویدیویی از این دوستان براتون به اصطلاح تهیه کنم. و اما دیشب و امشب سوپرمون بهش میگن، اصلا کلمه سوپرمون میگن یه چیز مندرآوردیه. میدونید که اینا بعضی وقتا اصطلاحات، یکیش ساینس یعنی اونایی که تو کار علوم و اینها هستن، علم و اینها، فیزیک و اینها اسمو میذارن، یه وقتایی هست که مردم میذارن. بعد این مثلا ما بلومون هم فکر کنم داریم، اتفاقا یه آبجوی هم به نامش هست، ولی سوپرمون دیشب بوده تا امروز صبح موقعی که دیگه به اصطلاح ماه روشن میشه، خورشید میاد ماه معلوم نیست، امشب باز هست، اگه نتونید ببینید میره تا 18 سال دیگه. دلیلش هم اینه که این ستاره شناسا و اینها دیگه همش حساب داره، این نزدیکترین موقع، نزدیکترین فاصله به کره زمین موقعی هم هست که اون ماه شب 14 میگیم چی میگیم اون موقع است. در صورت این هم یه سرصدای امروز صبح بود که برای من هیچ فرقی نمی کنه. ما اون شعره است، خیام میگه که همیشه این ماه از این ور در میاد اون ور فرو میره، و شعراش من با گفته های احمد شاملو، یعنی با دیکلمه احمد شاملو که گوش میدم، بعض وقتا باور کنید با گوشیم میذارم و دارم کارهای ویدیوی آمریکایی میکنم، ولی شعرهای خیام رو، و چقدر موثر بوده الان یادم رفته، مثل اون آقای ولایتی بود که بود یه درگو حافظ گفته هر چی زور زد یادش نیمد، یا همین آقای جورج بوش گفت you fool me once، بعد هی دستاش خوزش اینجا گفت you fool me once shame on you، you fool me twice دیگه یادش نیمد، بعد گفت okay you fool me twice I won't get fooled، درست که you fool me twice shame on me، یعنی شما به من کلک بزنید یک بار ننگ و خجالتش برای شما، ولی اگه شما دوباره به من کلک زدی این بار خجالتش برای من که به شما اجازه دادم. و حالا مردم ایران ببینیم چند بار کلک خوردن و باز هم رفتن تو همون سوراخ، تو همون چیز افتادن. دیروز گفتم بهتون فرصتی بود که به اصطلاح چی شد، فرجام هم بیخیال شد. آره فرجام هم این میگه نمیتونه اصلا عزیز من، اصلا این چیزا دست پرزیدنت نیست. من اولین رئیس جمهوری که اینجا توی انتخاباتش بودم این آقای، بذارید براتون عکسشم بیارم، این آقای جورج بوش پدر بود،
ببینید این جورج بوش پدر بعد از ریگان، این پدر سوخته که الان دیگه افتاده رو صندلی چرخدار و چه جنایت ها کرده و اینها، این آمد به مردم گفت no more tax، یعنی من دیگه تکس رو اضافه نمی کنم. مردم بیچاره هم مثل همینایی که الان شور حسینی برشون داشته رفتن بهش رأی دادن. بعد یه مدت گفت که خب حالا من گفتم، شما چرا؟ تکس که دست من نیست، من که تکس تعیین نمی کنم. باور کنید من یاد جوکی انداخت که میگن یه نفر آمد یه آفتابهی گذاشت توی میدونی و به مردم گفت که 10 نفر به من نفری 1 تومن بدن من میرم تو این آفتابه. 10 نفرم فوری 1 تومن دادن که ببینن این چجور میره تو آفتاب. 10 تومنی که گرفت گذاشت جیبش، آفتابرم گرفت دستشو خواست بره، طرف بهش گفت آقا کجا میری؟ تو قرار شد بری تو آفتابه؟ گفت آخه مرد حسابی، من گفتم میرم تو این آفتابه، تو چرا قبول کردی؟ طرف یه نگاهی کردید اصلا شرمنده شده بین راش کشیدم دستان نمی. خب یک مشاور ایران دوست دارد، امیدوارم که کاری برای ایران بکند، نه این که بخواهد لشکر کشی کند. فقط اگر مردم مثل سال 1388 ریختند در خیابان مثل اوباما نامه عاشقانه برای خامنه‌ای بنویسد و دستور دهد کمکی به مردم نشود، و اما داعش اگر بخواهد میتواند در مدت کمی این وحشی‌ها را سر جایشان بشه. باید اینجوری بگید و اما درباره داعش ترامپ اگه بخواد میتونه اینا رو سر جاش بشونه. دوستان عزیز من ازتون خواهش میکنم، مخصوصا چون من در طی برنامه از چیزهای مختلفی صحبت میکنم، اگر یه چیزی به نظرتون میرسه که میخواین درباره‌اش صحبت کنید، یک قلم و یک کاغذ، حالا اگر شما پیشرفت کردید با تلفنتون برای خودتون مسیج میذارین، مثلا با وایس ریکوردر بگید که به سوربی بگم درباره مثلا سوپرمون از اینجا اومده، سوپرمون اصلا یعنی چی، یعنی ماه فوق‌العاده، در هر صورت اینجوری بگید خیلی بهتر میشه. اولا یاد میگیریم که توجه کنیم. من مثلا انتظار داشتم چون خانم نایه خانم معلمم بودن، انتظار داشتم وقتی من اینو گفتم ایشون برگرده بره اون برنامه رو نگاه کنه. اولا فکر میکردم جا به جا یادشون میاد که من کجا خراب کردم. دوما حالا که یادتون نمیاد، به قول آمریکایی‌ها الان توپ توی زمین شماست، شما باید برید اون برنامه رو نگاه کنید، بعد تا دیدید سوربی یه جایی گفت 2 تا میشه 34 تا، بگید آها سوربی یادم اومد اینجا خراب کردی. یاد میگیریم. اگه همه تلویزیون ها مثل من سعی میکردن به جای این دروغایی که آقای آریان وطنخواه مردی که دیروز روز یک شنبه نشسته میگه من $3,000 گذاشتم رو کردیت کارتم، بیاین بدید، حالا که رفتیم بالا، حالا که داریم میبینیم، حالا که جوونا جواب دادن، حالا دیگه شما میخواین تلویزیون تعطیل بشه؟ یه عده‌ای هم به راست یا دروغ، یکی $40 یکی $50 میدن که بدبختا بیان 2 دقیقه حرف بزنن. آقا کجا رفتی آقای آریان وطنخواه؟ کجا رفتی بالا؟ پولای خواهرتو که زدی به فلان سگ، خودت هم که اومدی نشستی اینجا، اون موقع میگفتی سعید سکویی کلا سرت گذاشته، مرد حسابی برو خجالت بکش. حالا هم که میگی خانم عبدی نمیدونم اومده سود کرد، برو آقا دنبال کار زندگی و قول آقای افشارا. خب ببینیم این دوستمون چی میگه. MMS receive، ببینم این عکس چیه. آها این عکسیه که روزی که دونالد ترامپ رفت توی وایت هاوس با آقای اوباما به اصطلاح ملاقات کرد نزدیک به 1.5 ساعت، و خیلی هم اونجا خیلی ترسیده بود. این استاف وایت هاوس هستن، این کارمندای وایت هاوس هستن که از توی قیافه هاشون میتونید بخونید. البته بهتون بگم اگه هیلری کلینتون هم برنده شده بود، میخوام بگم اینا همین نگرانی رو داشتن، ولی بعد باید بگم نه اشتباه دارم میکنم، چون ممکن بود هیلری کلینتون یه سری از اینا رو نگه داره. ولی ببینی هر کی میاد با باند خودش و گنگ خودش میاد. یعنی شما دیدید یک دزدی که دزد که شما ندیدید دزد کی است، چی بگم والا نمیدونم، بذارید اینا آقای
حسن خزایی. آقای حسن خزایی خوب شده ها، ایمیل را افتاده، ولی این ایمیل جدیده ها. ابا، ابا تو آلمانی یعنی اما، نه؟ میگفتیم بعد میگفتیم ابا یعنی اما. ولی خب خیلی خوبه، باریکلا. ببین توی برنامه بدونی که زنگ بزنی، بدونی که بگی من رفتم نمیدونم دو روز زحمت کشیدم پستخونه و فلان، نه، این اکثر میفرستی منم جا به جا نشون میدم. البته انتظار نره بالا، انتظار نداشته باشی که هر روزی هر عکسی فرستادی من نشون بدم. بعضی وقتا تو برنامه اصلا یادم میره ایمیل رو نگاه کنم. آقای آریانپور یه ایمیلی فرستادید، نوشتید for your attention working class or the middle class، ایمیلتون خالی هست، لطف کنید به اصطلاح دوباره بفرستید. اینم از این. و سوپرمون رو گفتم، امشبم وقت دارید نگاه کنید. و اما بلک فرایدی، همیشه از خودمون میپرسیم چرا میگن جمعه سیاه، مخصوصا اونایی که هم سن سال من هستن و یادشون میاد جمعه ها چقدر غمگین بود تو ایران. بعدم اون شعری رو که فرهاد خون، جمعه روز بدی بود، روز بی‌حوصلگی، میخواستم نمیدونم پاسپورت و شناسنامه رو پیدا کنم و برم، بعد دیدم موش خوردتشو بمانه. خوشمون نمیمد از جمعه ها، مخصوصا عصرش. حالا وقتی اینجا گفتن جمعه سیاه، بعد داشتیم یه چیزی اکتبر 13، یه چند تا سورپرایز و اینها، میگفتن خدایا این چیه، چه جمعه ای هست اینا. بعدن فهمیدیم بابا جون چون اینجا از اول سال این فروشگاه ها که بازه، حقیقتا دارن ضرر میدن، یعنی دخلشون، درآمدشون با هزینهشون، خرجشون نمیخونه. مثلا مایی، مثال میذارم خیلی ساده، مایی 9000 دلار در میارن، مایی 10000 دلار خرجشونه، اجاره و کارمند و اینها. اینها مایی 1000 دلار توی منفی هستن. منفی رو اگه یادتون باشه ماشینای تایپ و اینها قدیما قرمز مینوشت که بدونه تا ما ببینید آقا من 1000 دلار کم آوردم بدهکارم. چون این همین جوری 1000 دلار قرمز 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 تا میرسیده برج 10، برج 11، روزی که همه جمع میشن دور هم تانکسگیوینگ، حالا هالووین دیگه تموم شده، اون بالماسکه یا اون نقاب میزنن و شیطون پرستی یا هرچی میگن تموم شد، نشستن ترکی هم خوردن، این بیچاره بوغلمونا رو خوردن، چی میمونه؟ کریسمس. کریسمسی میمونه که دوستان کلیمی این رو درست کردن، قالب کردن به مسیحی های خوشباور که آقا 25 دسامبر عیسی دنیا اومده و شماها باید عیسایی که تو عمرش یک دونه درخت کاج ندید توی اون بطلهام و اینها، توی اون گرما و فلان اونجا، حالا شما باید به هم کادو بخرید بدید. مثلا عیسی به مادرش نمیدونم گاوگوساله کادو میداده، عصا کادو میداده، چی چه کار میکنن؟ از اون روز پنجشنبه است دیگه، دور هم نشستن میخورن، چون دیگه زور که میخورن تا عصر و اینها دیگه شب نمیخورن، به همین خاطر صبح زود بیدار میشن از گشنگی. بلند شو بریم فروشگاه، حالا دیگه بریم چی بخریم؟ لیست برای پسرمه، برای پسرمو یه مشتی آشغال و جانک پلاستیکیه مال چینا و اسباب بازی و تلفن اینا رو میخرن، بسته‌بندی میکنن برای اون روز. به این میگن بلک فرایدی، جمعه سیاه، نه جمعه بعد، جمعه ای که بدهکاری و قرمز و منفی بودن این فروشگاه ها سیاه میشه، یعنی اون جبران میشه، یه پولی هم در میارن. حالا اینو داشته باشی، هر سال اینو یه روز آوردن جلوتر. چند سال پیش گفتن دیگه حالا چرا وایسید تا جمعه، همون ظهر و بعد از ظهر که دوره هم پنجشنبه خوردید بعد بلند شید برید فروشگاه. چه دعواها میشه، چه آدمایی که کشته شدن، در شکستن، با تلویزیون زدن به هم دیگه. برید روی یوتیوب ببینید، یا اگر کسی میخواد 20 دلار، 30 دلار، 50 دلار، 100 دلار بده، بگه آقای سوربی، آقا نگو آقای سوربی، بگو سوربی این ویدیوهایی که گفتی راجع به بلک فرایدی روی یوتیوب نیم ساعت شو پیدا کن برای ما، ضبط کن نشون بده، هم من ببینم هم دیگران. کی میخوایم ما یاد بگیریم به یه نفر 10 دلار بدیم، بگیم آقا برو برای من یه نوشابه بخر، باقیشم بس تو جیب خوده، یا برو آقا 4 نوشابه بخر، یکش برای من، 3 تاشم بده به اینا که نشستن اینجا.
همش ما نشستیم یک کسی 5 تا نوشابه بخره بیاد به ما بگه آقا یکی اضافیه اینو شما نوش جان کن. این هم از اسم نوشابه اومد تشنم شد. خب دیگه چی دارم براتون؟ بله برک فرایده هم گفتم. حالا میریم اینجا. آقای علی آقا همشهری خوب و نازنین من ورداشته، به آقای جهانگیر شادانلو هم اینجا هستن، بهشون خوش آمد میگم. آقای شادانلو خبر خوب این که اگه شما برنامه زنده بذاری روی فیسبوک هم، فیسبوک صفحه مردم تیوی برای 8000 تا بیشتر از 8500 تا و روی صفحه فیسبوک خودم هم برای 5000 نفر میتونیم همون موقع زنده پخش کنیم به اضافه تلویزیون مردم. اتفاقا قرار بود یکی دو هفته پیش ایشون بیان ولی خب گرفتاری هایی دارن و اینها، و من همینجا ازشون تشکر میکنم. پارسال که رفته بودیم به اصطلاح پاریس، یک روز هم ایشون زحمت کشید و ما رو این ور اون ور برد و نهارم برامون خرید. ممنون و متشکرم از آقای شادانلو. آقا بیای اینجا، نهار مهمان من هستی. البته باید وقتی میخوان بیان اینجا یاد بگیرین دروغ بگید به آقای ترامپ و بگید من مسلمان نیستم. من نمیدونم کسی که میخواد بره خودشو منفجر کنه بکشه وقتی اینجا ازش میپرسن آقا مسلمونی، اون میگه من مسلمونم، که آقای ترامپ بفسدش بره، خب میاد میگه من مسیحیم، من نمیدونم یه دین جدید، من بیدینم، تا بیاد تو بزنه ضربه و اینا. آقای ترامپ یه جای دیگه اشکال داره. گفتم همه اینایی که دنبال شما اومدن به شما امید بستن به خاطر اون حرفایی که زدی، یکی یکی حرفات داریم، خودت میشینی تو دوربینم نگاه میکنی و میگی که من نمیتونم این کار رو انجام بده. و اما یه دوستی، آها اون دوست اون من میگه برای شما گفتی ترامپ 4 سال بیشتر، اولا من نگفتم بیشتر نیست، گفتم بذارید ایشون یه دور باشه اون وقت ببینید چه به سرش میاد، و میشه 20 سال 2020 اون وقت ببینید که چه بلایی به سرش میاد. نه بلایی، اول خودش سکته نکنه، 70 سالشه، این پیرترین کسی هست که تا امروز بعد از 240 سال ریاست جمهور، رئیس جمهوری به اصطلاح جمهوری در آمریکا شده رئیس جمهور. اون وقتا میگفتن رونالد ریگان پیرترین بود ولی این الان پیرترینه. در هر صورت اون دوستانی که میگن آقا فعلا بهش 100 روز امان بده، اینو ببینید CNBC میگه China fires its first warning، میگه چین اولین به اصطلاح اخطارش رو شوت کرد، فرستاد به طرف این. بهتون نشون بدم و تشکر میکنم از دوستانی که این برنامه ما رو اینجوری واقعا مستند میکنن، یعنی من میتونم اینجوری با سند نشون بدم. ببینید این بالا CNBC و این پایین هم نوشته که China fires its first warning shot warning iPhone sales will suffer if Trump start a trade war. میگه که ببین این فروش آیفون سفر یعنی صدمه خوردن، ضربه خوردن، بهش ضربه میخوره اگه تو بخوای این حرف نمیدونم ما چی که میفروشیم از اون ور که میاد باید انقدر تعرفه بده و همین مزخرفاتی که گفته تا حالا. یه نفر گفت خب اگر ایشون اولا بگه ما میخوایم چیز کنیم، میخوایم خودمون کار کنیم، خودمون خودکفا بشیم، احتیاج به کارگرای مکزیکی نداریم. بذارید بهتون این عکس رو نشون بدم از کجا انقدر امروز عکس و این چیزا دارم. اول این دوستمون سفر، شما خودت لوری فکر میکنی ما همه هم لوریم و زبان لوری رو بلدیم؟ نه عزیزم، بنویس چیه این به اصطلاح سران قومهای لور یا ریش سفیدای لور جمع شدن و گفتن این ما قبولمون نیست، ترامپ کلوه. من نمیدونم این کلوه یعنی چی، شیرازی ها میگن کلومیه و نمیدونم، در صورت من نفهمیدم چیه. ولی بذارید یه عکس دیگه ای دارم اونو یاد بهتون نشون بدم در رابطه با این که آقای ترامپ میگه که بفرمو ببینید انقدر اون روز داره تو این 5 روز عکس درست کردن، کارتون درست کردن، کاریکاتور کشیدن که نگو و نپرس.
این خانم نوشته Thanks Trump for my new job. متشکرم از آقای ترامپ برای شغل جدیدی که پیدا کردم. Making America White Again. اون میگه Making America Great Again. نژاد پرستا میگن Making America White Again. یعنی باید دوباره اون کشور سفید بشیم. حالا کشور سفید بشیم، خب بعدش شما باید توی مزرعه بایسی استرابری و کاهو و نمیدونم چیزهای دیگه بچینی. کی میتونه این کار رو انجام بده؟ بله درسته یه جایی برای تفریح و اینا یه ساعت دو ساعت بلند میشن میرن از این باغچه هایی که یکی خریده و اینا میرن یه ساعت مثلا آلبالو میچینن یا استرابری میچینن، $10-5 میدن میان. ولی اگه شما هر روز خواستی اونجوری دولا بشی، نمیدونم کلم بچینی، من انگورچینی کردم تو آلمان، میدونم چه مکافاتی دوستم. توی زمستون دست اینجوری میخوره به انگوری که انقدر خوشگل لطیفه، اون توی شاخهای اینجوری پیچ پیچی داره خون از دستت میاد، پشت دستت اینجوری زخمی میشه. در هر صورت باز بریم سراغ کارتون و کاریکاتور و اینهایی که دوستان فرستادن و درست کردن. اینم قشنگه، نوشته که چه؟ نوشته فقط همین آغوش محمود بود که میتونست هیلری کلینتون رو آرامش بده. خب میدونید این عکس فکر کنم مال موقعی که مادر چاوز بود، کی بود؟ فوت شد و این خواهر و مادر اونو بغل کرده بود. ولی هر کی این عکس رو درست کرده باریکلا کار فیسبوکی قشنگی انجام داده، برعکس اون کمپوزیسیون احمق که وقتی یه چیزی می‌نویسه رو تابلوها یا کجه یا پش بالان یا سرش بالان، این خیلی قشنگ این عکس رو درست کرده. آفرین. و میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه است. اینم از خب ببینم براتون دیگه چی گذاشتم اینجا. این از این و این از اون. ممنونم دوستمون سعید، اون روز میگفت که آقا چقدر خوبه تلفنمو وصل کردم به برنامه شما و تلفن منم با بلوتوت میدونی یه چیز به اصطلاح سیستمی که بعضی از ماشینا دارن، تلفن شما هم داره، این دوتا بدون سیم به هم ارتباط برقرار میکنن. حالا چرا اسمش گذاشتن دندون آبی؟ برای اینکه بعضی وقتا یه اسمی پیدا میکنن که فقط من و شما بهش توجه کنیم، مهم نیست. البته اسپلش با آبی معمولی فرق میکنه. و اما افرادی که نیویورک هستن، من بهتون پیشنهاد میکنم این برنامه رو اگر میتونید و وقت دارید برید. چرا؟ اولا خانم ایمی گودمن، من تا اونجایی که بتونم برنامهاشو تماشا میکنم. بله اینا دیگه زیادی چپ هستن، زیادی دیگه از این وری هستن، ولی شما باید اینو نگاه کنی تا وقتی که فاکس و اینا رو نگاه میکنی بتونی اون وقت خودت رو وسط نگه داری. دموکراسی ناو اسم این برنامهش هست، اصلا اسم استیشن تلویزیونش هست، الان 20 سال هم هست که برنامه داره. و اینجا نوشته بیایید با ما 20مین سال این دموکراسی، این تلویزیون، این رادیو رو جشن بگیریم. و برای جشنش هم نام چامسکی، میدونید که یک فیلسوفی است که سن زیادی داره برای حرفایی که میزنه جالبه، نوشته جوین امی گودمن اند هوان گونزالز، این دوتا مجری قدیمی هستن که اونجا هستن. و نوشته نوام چامسکی، دنی گلوور اون سیاه‌پوست هنرپیشه و دنی دویتو این هنرپیشه هست که قد کوتاهی داره ولی خیلی به اصطلاح بامزه و کمدین قدیمی و خوبی هست. اند اسپیشال میوزیک گست پال پتی اسمیت و مهمانم برای موزیک. و این جالبه، برنامه اولا توی یک چرچی هست به نام ریورساید چرچ، ریورساید درایو ات 120th استریت نیویورک سیتی. و جالبتر از همه این که تیکتش $30 دوستان. البته نوشته جنرال ادمیشن تیکت $30، بخواین جزو پریمیر ادمیشن باشید $250. اون مثلا لابد سلام علیک و عکسی هم با اون به اصطلاح شرکت کنندگان در برنامه میگیرید. حسن آمریکا اینه که مثل ایران و مثل کشورهای دیگه نیست که بگه آقا ما چون زورمون زیاد بود اینجا رو گرفتیم، فقط من و خانواده‌ام میتونم بیام اینجا، شما برید گمشید، شما برید بمیرید. اینجوری نیست.
برای شما یه امکانی میذاره. این کندی سنتر یکی از بهترین جاهای آمریکا توی واشنگتن گفت وقتی اینجا رو درست کردن، سالن کنسرت این ور، سالن کنسرت اون ور، بعد گفت برای اونایی که امکان مالی ندارن، هر روز سالن کنسرت توی همون اولیش که یک آقایی بود اینجا، الان یادم رفته، آقای ایرانی بود، مهندس ساختمون بود ولی سنتور میزد و اینها، برنامه میذاشت سال هر سال و ایرانی ها مجانی، دوست داریم ایرانی ما مجانی می لایک دوستای اسپانیشی میگن به جای آی لایک ایت یا آی لاو ایت میگن می لایک. حالا ما مجانی باشه، تنابم باشه، ممکنه خودمون رو اعدام کنیم. در هر صورت حسن آمریکا اینه که میگه آقا جنرال ادمیشن $30، شما اگه پول داری میخوای جزء وی آی پی باشی $250. لابد اون $250 تو صف وای نمیسه یا جایی که نشسته نزدیکتره و الی آخر. ولی سالونای اینجا، حتی سالونای چرچشون انقدر قشنگ به اصطلاح ساخته شده، همش از همون سیستمای آدیتوریوم یا کلسیوم میگن توی اروپا، توی ایتالیا، از اون سالونای نمایش اونجوری میاد. معمولا این که نزدیکه جلو پایین نشسته، اینا اینجوری دیگه، اون یکی جلو اون نیست و بمانه. خب بذارید ببینیم که آقای چمنارا یه وقت ما نگفتی باشیم به شما دو بیاین، نه بابا، ده بار چیز کردیم، دو شما سه ما، ولی دیدم الان اینجا نوشته آقای چمنارا، گفتم شاید یه وقت اومدید شما روی خط، در صورت اگرم آمدید ما نبودیم، شما آمدید ما نبودیم، ما رفتیم. این چیزه بود مال لیبی، میگفت رفتیم زدیم کشتیم آمدیم، برای قذافی میگفت این خانم هیلری کلینتون. حالا این جوکر رو برای خودش درست کردن که آمدم و مردمم آمدند و باختم و رفتم. البته Saturday Night Live یه برنامه خوبی گذاشته بود که اون خانمی که نقش هیلری کلینتون رو خوب بازی میکنه و به خوبی هم اجرا میکنه، آمد با موزیک و اینها یه جورایی یه آهنگی به اصطلاح برای تسکین طرفداران هیلری که باختن داد و به یک وسیله، به وسیله این موزیکم به بینندگان گفت که هیلری کسی نیست که حالا که دیگه باخت بره خونه به دخترش بگه این بچه 4 ماهه رو نمیخواد ببری دیکه، من میشنم ازش نگهداری میکنم. این دیگه تو خونشه و گفت تا زنده هست این کارا رو انجام میده به یه صورت دیگه. چه میدونید فردا ممکنه همینو آقای ترامپ صدا بزنه بهش بگه آقا بی خانم بی برو توی ایران باشو کنسول ما، باشو سفیر ما. هیچ وقت تو آمریکا میگن never say never، هیچ وقت نگو هیچ وقت، چون ممکنه یه وقت انجام بشه. خب please have these two files ready for play in between my talk. نه آقای چمنارا، اگر ما اینو پلی کنیم اون وقت یوتیوب ویدیویش امروز شما رو قبول نمیکنه. کاری که میکنیم لینکش رو میذاریم زیر برنامه فیسبوک و به دوستان میگیم که امروز برنامه آقای چمنارا رو نگاه کردید، بعد برید این خانومی که ایشون لهجه شمالی داره، نه این خانومی که درباره قرآن و اینها هم صحبت میکنه، ببینید. این هم متاسفانه اشکال یوتیوب هست که قانونن باید اونایی رو که گفتن آقا این میتونه ویدیوی ما رو نشون بده اشکالی نداره آزاد باشه، ولی ما از بس یوتیوب به اصطلاح اذیتمون کرده و اشکال برامون پیش آورده، دیگه نمیریم نگاه کنیم ببینیم این که ویدیو گذاشته گفته دیگران میتونن ویدیوی من استفاده کنن یا نه. خود من گفتم دیگران میتونن ویدیوی من استفاده کنن به شرط که از سر دومش نزنن. این شرط رو آقای سعید مقدم یا سوادش خوب نیست یا چون عصبانی بود در نظر نگرفته بود. ویدیوی من رو با اون شاعر معتاد آقای مسعود امینی که گویا میگن ایدزم داره، مدارکش رو اینترنت هست دوستان که گذاشتن. حالا منم مثل ترامپ میگم، میگه شاهدت که میگم دنبا دنبو مثل شیرازی ها.
اینترنت. در صورت من دیدم حتی آقای چیز هم، آقای محسن نادری نژاد هم مدارک این که آقای مسعود امینی ایدز داره رو گذاشته بود اونجا. البته خدا برای هیچ کسی بد نخواد، ولی اینایی که معتاد هستن، حالیشون نیست، سوزن اینو با اون میزنه فلان، اینا میدونید ایدز میگن از چند طریق به اصطلاح به دیگری منتقل میشه. یکیش اینایی هم که به اصطلاح روابط جنسی با هم دارن، یکیش اگر مثل خوراکی چیزی مثلا نوشیدنی با هم با لیوانشون شیر کنن، این لیوان میخوره. حتی بچه ها میگن مننجایتیس توی دانشگاه ها خیلی رواج داره، برای که این بچه ها وقتی مست هستن یا حالیشون نیست نوشابه اینو برمیداره میخوره و اینا، مواظب باشید. و اما نمیدونستم چی دارم میگم. بله اون آقای سعید مقدم، اتفاقا یه دفعه ازش پرسیدم، گفتم شما اگر مقدمی باشی که اون پارچه سازی تهرون رو داشت و توی میدون فوزیه که بعد شد میدون امام حسینم، اون علی آقا، اینها فامیل ما هستن و فامیل سببی میشن دیگه، نه به دلیل ازدواج با به اصطلاح دختر دایی بابای من فامیل بودن. و یادش به خیر، این آقای علی مقدم چقدر هم انسان شریفی بود، اگر زنده است که عمرش طولانی تر باشه، و اگر فوت شده روانش شاد و یادش گرامی. وقتی سعید مقدم گفتم آمده بود ویدیوی منو گذاشته بود اونجا، من شکایت کردم به یوتیوب و یوتیوب برداشت، شکایتم کردم به یه وکیلی، وکیلم از اینجا برایش نامه نوشت که بعد دروغ میگفت که نه من نامه نگرفتم. آدمی که دروغ میگه وقتی ذاتش اینقدر پلیده پسته، اصلا باهاش حرف نزنی، دوربرش نرید، وقت خودتون رو تلف نکنید، برید دنبال کار و زندگیتون. ممنونم. آقای عیسی خان آزاده هم اینجاست. آقا یکی از دوستان مجاهد بیاد به ما بگه الان چه جشن و پایکوبی هست در، ببخشید نمیگیم در کجا، ولی در مریم رجوی، و اگه رجوی زنده باشه و اینها، چون جولیانی این ام الفساد که اون خنده هاشو دیدید که با زیر میز و اینها نمیدونم چه خبره انقدر میخندن، این حالا شده یک کاره در دستگاه ترامپ. و برای من خیلی جالبه، آدمای عقب افتاده و بدبخت، یکیش مثل این رضا پهلوی، یکیش مثل این مسعود رجوی، همینجوری آویزونن وای میسن، امروز به صدام آویزون میشن، فردا به نمیدونم فلان چی عرب سعودی آویزون میشن. حالا دوتاشون، اون چه زنده، این یکی هم که فرقی نمیکنه زنده و مردش، اینم آویزون شدن به ترامپ. برید ببینید نامه ذلیلانه این، حیف کلمه مرد که به این رضا پهلوی بگی، به ترامپ مرد حسابی، خجالت بکش. پدر تو با اون بروبیایی که باباش براش درست کرده بود آویزون شد به اینها، اینها چجوری پدرش رو در آوردن؟ تو یه احمق هنوز نفهمیدی؟ هنوزم به اینها آویزون میشی؟ دوستانی که طرفدار سلطنت هستی، آقای امید دانا که حالا دیدم این روزا ببخشید به گوه خوردن افتادی و درباره رضا پهلوی هم میگی که آقا این بله کارش خرابه، شماها بهش بگید آخه مرد ناحسابی، کسی که با پدر شما این کار کرده انگلستان، کسی که با پدر بزرگ شما این کار کرده، کسی که با پدر شما آمریکا این کار کرده، چجوری تو هنوز آویزون اینا هستی؟ کی میخوای آدم بشی برگردی سراغ مردم؟ کاری که پدر تو وقتی که اشتباه کرد و جدا شد از مردم، به اصطلاح نامه مثل خودکشی سیاسی خودش بود. بریم سراغ آقای چمنارا، 2:59 است و ببینیم که ایشون چه میگویند. و برنامه چی بهتون گفتم؟ قرآن راستین. وقتی شما میگید قرآن راستین یعنی قرآنای دیگه‌ای که موجود هستن و من و دوستان مثلا میبینیم و میخونیم و اینها، اونها دروغین هستن. حالا ببینیم که این آقای سهراب، ما دیگه این مهندس و دکتر و اینها رو هم با اجازتون فاکتور میگیریم، فاکتور گرفتن یادتونه،
پرانتز دو به اضافه دو در اون جمع میشد. جلو این آقای مهندس چمنارا که نمیشه حرف ریاضی و برق و اینها زد. آقای چمنارا سلام به شما و خوش آمدید.